اگر ایمانتان سخن نمیگوید پس کار نمی کند ایمان همیشه صدایی دارد کتاب همان روح ایمان فصل 25 گفتار اقتدار را به جریان می اندازد یک جراح مغز و اعصاب برجسته گفته است که مرکز گفتار در مغز بر کل سیستم عصبی بدن تسلط دارد وی اظهار داشت که این یک کشف تازه است او گفت که شما می توانید کاری کنید که قسمت های مختلف بدن به وسیله محرک قسمت های مربوطه از مغز انسان پاسخ دهد بنابراین هنگامی که مرکز گفتار تحریک شود کل سیستم عصبی مرکزی پاسخ می دهد. این بدان معناست که وقتی فردی می گوید من ضعیف هستم مرکز گفتار این پیام را به کل بدن میفرستد تا برای ضعیف شدن آماده شود و همین دلیل است که خدا گفت و ضعیف بگوید من قوی هستم یوئیل باب سه آیه ده به واسطه کلام شما در یعقوب باب سه آیه دو میفرماید زیرا همگی ما بسیار میلغزیم و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد او مرد کامل است و می تواند انان تمام جسم خود را بکشد. در واقع یعقوب باب سه روشن می کند که زبان نه تنها بدن بلکه سرنوشت و کیفیت زندگی ما را نیز کنترل می کند. در یعقوب باب سه آیه دو تا 5 ترجمه تفسیری می فرماید زیرا همگی ما بسیار می لغزیم و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد او مرد کامل است. و می تواند انان تمام جسم خود را بکشد و اینک لگام را بر دهان اسبان میزنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را برمیگردانیم اینک کشتی ها نیز چقدر بزرگ است و از بازهای سخرانده می شود لکن با سکان کوچک به هر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانیده می شود یک سخن از دهان شما ممکن است بی سمر به نظر برسد اما میتواند تقریبا هر کاری را به انجام رساند یا نابود سازد شاید اینطور به نظر رسد که این یک کشف جدید در علم پزشکی باشد اما کتاب مقدس هزاران سال است که این واقعیت را مکشوف ساخته است علم پزشکی بالاخره در حال پی بردن به این موضوع است که اونچه کتاب مقدس میگوید همیشه حقیقت داشته است در اول پتروس باب سه آیه ده میفرماید زیرا هر که حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد اولین کاری که پزش هنگام معاینه شما انجام می دهد این است که زبان شما را معاینه می کند زمانی که با یک مشکل به حضور خدا می روید اولین چیزی که او می گوید این است من مشکل را می بینم بر روی زبانت نوشته شده است مرکز گفتار مرکز اقتدار زندگی ماست کلام ما ما را بنا می کند و یا در هم می شکند. کلام ما مرزهای زندگی ما را تعیین می کند کلام ما میتواند ما را محدود کند یا از قید محدودیت آزاد سازد خدا در آغاز از طریق قوت کلامی که گفته شده است به آدم اقتدار داد و این هرگز تغییر نکرده است خداوند عیسی آخرین آدم گفت زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد متا باب دوازده آیه سی و هفت ایسا همچنین یک مکاشفه موفق در مورد نحوه عملکرد ایمان در مرقس باب یازده آیه بیست و سه به ما داد جایی که گفت هر که گوید هر آنچه گوید به دو عطا شود تعداد کمی از مردم این مکاشفه را به همان اندازه که کتاب مقدس بر آن تاکید دارد جدی میگیرند خدا دهان شما را لمس می کند تا دنیای شما را عوض کند هر زمان که خداوند بخواهد زندگی کسی را عوض کند دهان او را لمس می کند او زندگی ها را از طریق تنفس دهان به دهان دگرگون می سازد. او کلام خود را در دهان ما قرار می دهد تا حیات، نجات و شفا به بار آورد. زمانی که خدا قصد دارد شهر یا قومی را دگرگون سازد، همیشه دهان کسی را لمس می کند. خدا دهان اشعیا را با زغال آتش لمس کرد و او را فرستاد تا سخنی بگوید که قومی را متحول کند. همان کلام همچنان هزار سال بعد در حال تغییر زندگی های بسیاری است. خدا دهان ارمیا را لمس کرد و زندگی او و یک قوم را تغییر داد. لیست افرادی که خدا از آنها برای تغییر یک قوم استفاده کرد همچنان ادامه دارد. اما مهمترین مطلب این است که در حال حاضر خدا در حال لمس دهان شما و تغییر دنیای شماست. انسان یک روح سخنگو است در پیدایش باب دو آیه هفت میفرماید خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرش و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد عبارت یک روح سخنگو ترجمه بهتری از عبارت و آدم نفس زنده شد در پیدایش باب دو آیه هفت است خدا آدم را به صورت خود با ظرفیت سخن و ارتباط برقرار کردن آفرید. قدرت گفتار عامل تمایز اصلی بین عالم حیوانات و آدم بود. آدم روح سخنگو شده و به او روح اقتدار و سلطه عطا شد. شیطان قوت کلام گفته شده را می داند و دائما در تلاش است تا انسان را وادار به گفتن کلامی کند که آلوده، ناپاک و نابود می سازد. یک جنگ دائمی برای سخن پراکنی وجود دارد. شیطان می خواهد کلام خدا را در زندگی شخصی شما و در شهر یا قوم شما متوقف سازد. صدای شما بلیت خروج شما از سلطه شیطان است. در اعداد باب چهارده آیه بیست و هشت می فرماید به ایشان بگو خداوند می گوید به حیات خودم قسم که چنان که شما در گوش من گفتید همچنان با شما عمل خواهم نمود. داستان ناکامی قوم اسرائیل در تصاحب سرزمین وعده به وضوح در کتاب اعداد باب 13 و 14 شهر داده شده است. در این دو فصل همه افراد دقیقا هر آنچه که گفتند را دریافت کردند. دوازده جاسوس با اون سرزمین فرستاده شدند تا جاسوسی کنند و با گزارشی بازگردند اما دو تن از جاسوسان یوشا و کالیب در جنگ کلامی هنگامی پیروز شدند که گفتند ما می توانیم سرزمین را تصاحب کنیم ده تن از جاسوسان بازگشتند و گفتند ما نمی توانیم و ایشان در بیابان مردند کلام نشانی شما در قلم روی روح است کلام شما آیندهتان را به طور سفارشی، طراحی و به طور دقیق شکل می دهد. مرکز گفتار شما اقتدار را بر زندگیتان اعمال می کند. شما شکل گرفته اید. در ابرانیان باب 11 آیه 3 می فرماید به ایمان فهمیده ایم که عالم ها به کلمه خدا شکل گرفتند. حتی آنکه که چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. کلام ما و کلام دیگران جهان ما را شکل دادند. ایمان همیشه از کلام گفته شده خدا به وجود می آید. فرد فرانسیس بوسورس گفت غیر ممکن از شجاعانه طلبیدن و حاصل کردن برکتی که تردید دارید خدا برای شما دارد. نمی توانید چیزهایی را که نمی دانید برای شما در دسترس هستند دلیرانه تصاحب کنید. اگر اعتراف شما اشتباه باشد، افکارتان نیز اشتباه است. و بدون بهترین برکات خدا به سر خواهید برد. همچنین که ما کلام خدا را به زبان می آوریم، این کلام منهدم می سازد، ریشکن می کند، بنا می کند و قرص می کند. مراجعه شود به ارمیا باب یک آیات چهار تا دوازده. خدا از ما می خواهد که کلام او را سخن بگوییم و تصویری که او برای ما دارد را شکل دهیم. او برای هر یک از ما در مسیح عیسی یک برنامه خاص دارد. در افسوسیان باب دو آیه ده می فرماید زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. کتاب مقدس قطعات لگو برای شکل دهی زندگیمان عیسی در مرقس باب 11 آیه 23 گفت هر که گوید ایمان دارد که آنچه گوید می شود هر آنچه گوید به دو عطا شود او یک مرتبه گفت ایمان دارد اما سه مرتبه تکرار کرد گوید 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 پدر هگین گفت که خداوند به او گفت که او باید مبحث سخن گفتن را سه برابر بیشتر از ایمان داشتن تعلیم دهد وگرنه افراد آن را درک نخواهند کرد قسمت سخن گفتن برای ایمان حیاتی است. ایمان به واسطه سخن گفتن آزاد شده یا به کار می مجددم تکرار می کنم. اگر سکوت کنید به صورت پیش‌فرض شکست خواهید خورد. در مرقس باب 11 آیه 23 عیسی برای توضیح مبحث سخن گفتن در ایمان از سه کلمه یونانی متفاوت استفاده کرد. اولین کلمه برای گوید کلمه یونانی اپو است به معنای فرمان این کلمه نشان دهنده اقتدار ایماندار است دومین کلمه‌ای که عیسی برای اشاره به سخن گفتن استفاده کرد کلمه گوید بود این کلمه در یونانی لالئو است به معنای فریاد برآوردن به کارگیری صدای خود و شجاع بودن است سومین کلمه ای که به سخن گفتن اشاره دارد نیز همچنین گوید است اگرچه این کلمه یونانی لگو است که به معنای مجموعه سخنان سازمان یافته است در فروشگاه های اسباب بازی مجموعه های لگو را می بینیم که حاوی قطعات خانه سازی برای کودکان هستند تا بر طبق شکل یا تصویر روی جعبه آن را بسازند ایسا گفت: من مجموعه ای از قطعات خانهسازی لگو را به تو می دهم که می توانی با... که می توانی با بکار که می توانی با بکارگیری آن جهان خود را بر طبق شکل یا تصویری که من در کلام خدا به تو دادم شکل دهی. کتاب مقدس مجموعی از قطعات خانهسازی لگو را برای نجات، شفاب، برکت، کامیابی و پیروزی در زندگی به ما داده است. کلام خدا را به کار گرفته و از طریق قرار دادن کلام او در دهان خود و شکل دادن آینده خود شروع به ساختن کنید. موفقیت و سودمندی شما در این دنیا با اعتراف و پایداری برای پایبند بودن به اون اعتراف سنجیده خواهد شد. فرد فرانسیس بوسورس به عبارت دیگر اعتراف شما فقط به حرف نباشد بلکه در آن استوار و مستمر نیز باشید خدا نمیتواند در شما بزرگتر از آن چیزی که شما می توانید به آن اعتراف کنید باشد یک قانون روحانی که تعداد کمی از افراد با آن آشنایی دارند این است که موقعیت ها و شرایط شما تعیین کننده آینده شما نیستند در واقع سخنان و اعتراف شما آن که هستید و آنکه که در آینده خواهید بود را تعیین کرده و شکل می دهند.